سرخط خبرها. هشدار ظاهر قدیر به دشمنان افغانستان. معاون اول مجلس نمایندگان میگوید مناطق شرقی کشور را به گورستان دشمنان خارجی مبدل خواهد ساخت. هر هغه څوک چې د دې خاورې دښمن وي او د بیرون نه راغلی وي او دلته افغانان ځوروي دا خاوره به قبرستان وي. نگرانی ها از گسترش فعالیت های داعش در افغانستان. انستیتوت مطالعات جنگ در واشنگتن با انتقاد از امریکا میگوید که تا به حال هیچ کاری برای سرکوب داعش در افغانستان انجام نداده. سقوط یک چرخبال نیروهای خارجی در کابل. در این رویداد 5 تن کشته و 5 تن دیگر زخم برداشتند. و امریکا و غرب در مبارزه با هراس افغانی صادق نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید برای دفاع از قلمرو خودش از بشار اسد حمایت میکند. به نام خداوند یکتا و با عرض سلام، من نشانه نورزاد ابراهیمی شما را به مجموعه خبری مهمترین های نیمه روز خوش آمدید میگم. دکتر عبدالله عبدالله تاکید دارد که پاکستان در گام نخست باید کمک هایش را به طالبان قطع کند. آقای عبدالله که در نشست شورای وزیران سخن میزد در پاسخ به گفته های اخیر نواز شریف نخست وزیر پاکستان گفت از تلاش های صلح پاکستان حمایت می کند، اما میگوید پاکستان در گام نخست باید کمک هایش را به طالبان قطع کند. صدر اعظم پاکستان آقای نواز شریف داشتیم که اونا اعلان کردند که آماده هستند که طالبان را تشویق کنند برای آمدن به میز مذاکره یا سهولت ایجاد کنند برای مذاکره. یک حرف خوب است، اما در عمل توقع ما است که کمک به طالبان قطع شود. این به مراتب موثرتر است. وقتی که اونا کمک دریافت نکنند و برای اونا کمک صورت نگیره، بعد اونا توانایی برای انداختن عملیات های گسترده را نمی داشته باشند. و برای ای که اعتماد متقابل ایجاد شود، بسیار مهم است که اقدامات عملی در قطع کمک به گروه های تروریستی صورت بگیره و در او صورت افغانستان ایره استقبال می کند. ظاهر قدیر هشدار داده است که ولایت های شرقی کشور را گورستان دشمنان افغانستان می سازد. وی دیروز با باشندگان ولایت های شرقی کشور وعده داده است که ریشه های دشمن را از این بخش کشور بیرون خواهد کرد. در ادامه پشتیبانی های مردمی از نیروهای امنیتی، این بار افراد با نفوذ در شرق کشور وعده های را به مردم می دهند. ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان در دیدارش با باشندگان ولایت های شرقی کشور گفته است بر بنیاد وعده ای که با آنان داده است، به زودی در میدان نبرد نیروهای امنیتی بر ضد گروه داعش عملا اشتراک خواهد کرد. او هشدار داده است که شرق کشور را گورستان دشمنان خارجی خواهد ساخت. او که حکومت منصره او گپ وگزی هم او گپ وگو سره زو او دا د ټول افغانستان مشترک دشمن دی، دا و مشترک وهو سره. چون دا اختر 15مه هغه پوره شوله او موږ هم انشاءالله چې په ټولو نقاطو کې چې کوم ځایونو کې دشمن دی هلته ورته خپلې امدګۍ لرو، امدګۍ مو ورته نیولې دي. او زه ولس ته دا ډاډ ورکوم چې ولسه تشویش به نه کوي، ته داسې بچیان لري چې ستا پوښتنه وکړي او موږ هغه امدګۍ ټولې ورته لو په لنډ وخت کې به انشاءالله چې کله چې میدان ته کښېوتلو بیا به معلومه شي چې دښمن ته څه رقم ځواب ورکوي. کشیده شدن دامنه جنگ به شمال کشور و رویداد کندوز نگرانی ها از گسترش فعالیت های هراس افغانان را بیشتر کرده است. اخیرا رهبران پیشین جهادی، فرماندهان جهادی پیشین و افراد با نفوذ نشست های را در بخش های مختلف کشور را اندازی کرده و پشتیبانیشان را از نیروهای امنیتی اعلام کردند. آقای قدیر هم هشدار داده است که ریشه دشمنان افغانستان را در شرق خوش خواهد کرد. هر هغه څوک چې د دې خاورې دښمن وي او د بیرون نه راغلی وي او دلته افغانان زوروي دا خاوره به قبرستان وي او انشاءالله چې شینوار به د ټول افغانستان لپاره یو مثال وګرځي. او هر شینوار که خور ده او که مور ده او که ورور ده او که پلار دی هغه ټولو سره خبرې شوي دي، هغوی خپلې آمدګۍ لري. په لنډ وخت کې به بیا انشاءالله تاسو علني میدان کې عملي کار وکړو. ظاهر قدیر دو هفته پیش به باشندگان شرق کشور وعده داده بود که در کنار نیروهای امنیتی در جنگ بر ضد دشمنان کشور شرکت می کند.
چند روز پیش عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ هم هشدار داد هر حراس افغانی که بخواهد به این ولایت رخ نکند آنجا به قبرستانش بدل خواهد شد. امریکا تنها نقش نظارتی را از فعالیت های داعش در افغانستان دارد. انستیتوت مطالعات جنگ در واشنگتن میگوید در حالی که این گروه در حال گسترش در افغانستان است، اما امریکا تنها به حیث یک نظارتگر کار میکند و هیچ کار دیگر برای سرکوب این گروه نمیکند. در این حال برخی مقام های پیشین امنیتی و نظامی امریکا میگویند گروه داعش خطرهای کلان را برای منافع امریکا و مردم افغانستان در این کشور روبرو خواهد ساخت و باید از همین حالا سرکوب شوند. داعش بیشتر در ولایت های ننگرهار که فاصله نزدیک با کابل دارد لانه ساختند و شمارشان به بیش از 3000 تن میرسد. در پی سقوط یک چرخبال نیروهای خارجی در کابل 5 تن کشته شدند. ماموریت قاطع در افغانستان با نشر خبرنامه میگوید که این چرخبال ناوقت‌های دیروز سقوط کرده و در میان کشته شده ها دو شهروند بریتانیایی نیز شاملند. در این رویداد 5 تن دیگر از نیروهای خارجی زخمی شدند. دلیل این رویداد هنوز روشن نیست، اما سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید که این چرخبال در نتیجه فعالیت‌های حراس افغانانه از پا نیافتاده است. تمام بخشای شهر قندوز از وجود طالبان پاکسازی شد و آمران حوزه های امنیتی این شهر به محل کارشان برگشتند. فرماندهی پلیس شهر قندوز میگوید دیروز 8 طالب در جریان بازرسی خانه به خانه هنگام بازداشت شدند که میخواستند فرار کنند. از سوی هم وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است برای خانواده های قربانیان که در بمباران هوایی در بیمارستان سازمان پزشکان بدون مرز کشته شدند غرامت میپردازد. تمیم شهیر با جزئیات بیشتر. با گذشت هر روز آرامش شهر قندوز بهتر می شود و مردم این شهر مطمئن تر. نیروهای امنیتی در این شهر نیز خبرهای خوش دارند. بخشی نیروها طالبان را به عقب می زنند و بخششان در داخل شهر در تلاشی های خانه به خانه طالبان را بازداشت می کنند. در تازه ترین مورد در حوزه دوم امنیتی شهر قندوز 8 طالب که سلاحهایشان را پنهان کرده و پا به فرار می گذاشتن از یک حولی گرفتار شدند. 8 نفر طالب شما میبینید از اولین ساعت 7 بجه دستگیر شده. دستگیری از به معنی است که چک‌پوینت های بسیار اساس ما جا به جا کردیم. چک‌پوینت ها اینا میخواستن فرار کنن و جمعا با اوضاع امنیتی که بجه سرور سر وقت جا به جا شدن و اینا را از چک‌پوینت ها دستگیر کردن در این تلاشی. گذشته از این در بمباران دو هفته پیش ایالات متحده آمریکا که شمار از غیر نظامیان در بیمارستان بدون مرز کشته شدند، حالا وزارت دفاع این کشور برای خانواده های قربانیان غرامت می پردازد. در بخش از خبرنامه پنتاگون آمده است که پرداخت غرامت با آسیب دیدگان این حادثه تلخ و بازسازی بیمارستان بمباران شده برای وزارت دفاع آمریکا مهم است. با این هم سه پژوهش جداگانه از سوی ارتش آمریکا، ناتو و دولت افغانستان درباره چگونگی بمباران بیمارستان بدون مرز در شهر قندوز آغاز شده است. پس از 13 روز ظاهرا آهسته‌آهسته جنگ در داخل شهر قندوز پایان می‌یابد و پاکسازی مرکز این شهر نیز از وجود طالبان رو به پایان یافتن است. اما با این هم طالبان هنوز در ولسوالی‌های دشت ارچی، چاردره و بخش‌های از امام صاحب و خان‌آباد حضور فعال دارند. بزودی هیئت حقیقت‌یاب سقوط قندوز کارش را آغاز می‌کند. یک عضو این هیئت که دیروز از قندوز برگشته تاکید دارد که جنایت‌های زیاد در قندوز صورت گرفته است. این عضو هیئت حقیقت‌یاب می‌گوید تمام مواردی که در سقوط قندوز نقش داشته است شناسایی و بر رئیس جمهور و رئیس اجرایی ارائه خواهد شد. بشیر احمد قاسانی و جزئیات. سقوط قندوز با موجی از واکنش‌ها در کشور روبرو شد. انتقادهایی وجود دارد که در سقوط قندوز ستون پنجم در درون نظام نقش داشته است. همزمان با این گزارش ها می رسانند که طالبان جنایت های زیادی را در قندوز انجام داده اند. اکنون حکومت یک هیئت 5 نفری را برای بررسی عوامل سقوط و شناسایی کسانی که در این سقوط نقش داشتند تعیین کرده است. یک عضو این هیئت که به تازگی از قندوز برگشته است تاکید دارد کار هیئت حقیقت‌یاب بدرنگ آغاز می شود. کسایی که در اینجا تعیین شدن مردمایی هستند که یک عمر در جهاد و مبارزه بر حق مردم افغانستان بودند و تلاش خواد کردند و ما مطمئن هستیم که اینا دیگه با یک حقانیت با این قضایا برخورد خواد کردند و با یک مسئولیت برخورد خواد کردند. این عضو هیئت حقیقت‌یاب تاکید دارد که جنایت های زیادی در قندوز صورت گرفته است و باید تمام این جنایت ها مستند شوند. جنگی که بالای مردم قندوز تحمیل شده، جنایات هر چیز در اونجا صورت گرفته.
اما موارد ازیرا بعد از اینکه تحقیق صورت بگیره که در کجا چگونه جرائم صورت گرفته بعد از او آدم میتونه که مشخص بگه. حیات قطعیاب دولت افغانستان در حال به کندوز میرود که در این شب و روز وضعیت کندوز خوب گزارش شده است، اما نوز طالبان در ولسوالی های این ولایت حضور دارند. نخست وزیر پاکستان میگوید که تلاش دارد گفتگوهای صلح میان دولت و طالبان دوباره آغاز شود. نواز شریف مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان را آن هم دو روز پیش از دور دوم گفتگوهای صلح یک معما میداند و میگوید روشن نیست چه کس این خبر را پخش کرده است. با این حال شمار از اعضای مجلس نمایندگان گفتگوهای صلح را به سود کشور نمیدانند، زیرا با باور آنان پاکستان با پیش کردن این گفتگوها میخواهد امتیاز گیری کند. توجه کنید به گزارش دی باره. حالا که دولت افغانستان در گفتگوهای صلح کمتر توجه دارد و همه در سقوط کندوز و مسائل امنیتی مصروف هستند، زمامداران پاکستان یکسر بر این گفتگوها تاکید میکنند. نواز شریف نخست وزیر پاکستان میگوید که تلاش های کشورش برای آغاز این گفتگوها جریان دارد. جالب تر این که وی مرگ ملا عمر را معما میداند. نواز شریف روز گذشته در لاهور گفته است: ما تلاش داریم که روند گفتگوهای صلح بار دیگر آغاز شود. خبر مرگ ملا عمر نباید درست پیش از آغاز دور دوم گفتگوها نشر میشد. من نمیدانم که کی این خبر را نشر کرد و چرا این کار درست پیش از آغاز دور دوم گفتگوها نشر شد. این تا هنوز معما است. نمایندگان مجلس آغاز گفتگوهای صلح را یک امتیاز به پاکستان میدانند و سیاست خارجی دولت مردان افغانستان انتقاد میکنند. بهتر است که این پروسه صلح متوقف شود. ما میانجیگیری پاکستان را نمیخواهیم. این صلح، این بازی که خون ملت ما را میریزانه، امیدوار هستیم که متوقف شود و دیگه پاکستان به این بهانه دشمنای ما را در خاک خود تربیه نکنه. پاکستان عادتا در سالهای دراز و متمادی در گذشته هم جنگ خود میکرده و هم از صلح گپ میزده. سیاست پاکستان سیاستی همیشه سیاستی بوده که کوشش میکرده از یک طرف مردم افغانستان، حکومت افغانستان، رهبران افغانستان به صلح دعوت بکنه و از طرف دیگر تنوری جنگ داغ بکنه. صلح از آرزوهای دیرینه مردم افغانستان است که شاید رسیدن به آن بسیار دشوار باشد. در 14 سال گذشته چه در دوران حکومت کرزی و چه در جریان حکومت وحدت ملی بارها تلاش شد تا این آرزوی دیرینه برآورده شود، اما حالا با سقوط کندوز به دست طالبان دیده می شود که گفتگوهای صلح دیگر به جای نخواهد رسید. اسلام آباد میزبان نخستین دور گفتگوهای صلح افغانستان با طالبان در ماه جولای بود، اما دور دوم این گفتگوها پس از نشر خبر مرگ ملا عمر متوقف شد. ده ها تن از فعالان جامعه مدنی ولایت های تخار و قندوز و شورای ولایتی تخار از تهدیدهای امنیتی و وضعیت بهداشتی بیجا شدگان قندوز نگرانند. آنان با تاکید بر پشتیبانی از نیروهای امنیتی کشور در مبارزه با طالبان از مسئولان حکومت درخواست کردند که در راستای جلب همکاری نیروهای مردمی با نیروهای امنیتی تلاش کنند. فعالان مدنی ولایت های تخار و کندوز و اعضای شورای ولایتی تخار در اینجا در شهر طالقان گرد هم آمدند و نگرانیشان را از افزایش تهدیدهای امنیتی ابراز می کنند. وضعیت ناگوار بیجا شدگان کندوز، بسته بودن شهرها و افزایش بهای مواد خوراکی از نگرانی های اساسی این فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی تخار است. کلش تحریزی شده بود، یک پلان گسترده از خود کاخ ریاست جمهوری گرفتند تا اداره محلی ولایت کندوز. انتظار ما از دولت به گونه ای نبود که شهرهای بزرگ ما را اونا بفروشن و معامله بکنند که متاسفانه اتفاق افتاد. به خاطر اینکه روزهای بسیار سخت اتفاق افتاد، باید جوانان تخار، دانش آموخته های تخار، روشنفکران تخار، فعالان مدنی، اساتید دانشگاه، خبرنگاران و در کل مردم تخار باید تصامیم سختی را بگیرند. تهدیدهای امنیتی هم بخش دیگری از نگرانی ها در تخار است و اعضای شورای ولایتی مدعیان که درگیری ها در ولایت های همجوار تخار این ولایت را نیز ناامن ساخته است. آنان از حکومت می خواهند در جلب همکاری نیروهای مردمی از نیروهای امنیتی تلاش بیشتر به خرج دهد. شورای علمای افغانستان، جامعه جهانی و نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد می خواهیم تا موقف خود را در باره طالبان و حامیانشان به طور صادقانه اعلان نمایند.
سکوت مستقیم و غیر مستقیم این نهادها مردم ما را در نگرانی شدید قرار داده و روان عمومی را به نفع افراطیت و طالب پروری صدمه می زند. این نگرانی در حال است که اداره مهاجرین و عودت کنندگان تخار دیروز از کمبود مواد اولیه برای بیجا شدگان نگرانی کرد و از نهادهای کمک رسان خواستار همکاری شد. در این حال صنعتکاران ولایت کابل به بیجا شدگان شهر قندوز مواد خوراکی و لباس کمک کردند. رئیس اتحادیه صنعتکاران میگوید که گذشته از این 1000 بیجا شده قندوز را در کارخانه های پارکای صنعتی و جمع محمد محمدی به کار می گمارد و نیز زمینه تحصیل را برایشان فراهم خواهد ساخت. تمیم شهیر در این باره گزارش می دهد. مواد خوراکی، لباس و پاپوش برای بیجا شدگان شهر قندوز آماده شده تا از طریق کمیته مبارزه با حوادث طبیعی با آنان توزیع شود. مرحله نخست این کمک هاست که صنعتکاران کابل و کندهار آماده ساخته است. برای تمام تاجرای خود و صنعتکارای عزیز خود این وعده میتیم که انشالله تمام کمک هایی را که شما جمع‌آوری کردین فقط به خاطر مستقیم قندوز انشالله با استفاده از مکانیزم هایی که ایجاد میکنیم این کمک ها برشان خود رسید. اما در دراز مدت تمامی کارخانداران شهر کابل به توافق رسیدند که 1000 بیجا شده قندوزی را به کار میگمارند و نیز زمینه تحصیل را برایشان آماده میسازد. این کمک های ما متواتر و دوامدار ادامه پیدا خواهد کرد. امروز ما 10 متر پاپوش، لباس، کمبل، بیسکیت، مواد غذایی و بوره و برنج و روغن و اینا همه چیزا را جمع آوری کرده ایم که اکثرش از بخش اعظمش تولیدات داخلی ماست و این ما جمع آوری کرده ایم تا به هموطنان عزیز قندوز خود امیر برشان تقدیم کنیم. برخی نمایندگان مجلس از این کمک صنعتکاران قدردانی می کند اما تاکید دارد که دولت باید به قندوزیان بیجا شده سرپناه آماده سازد. زیادتر تلاش کنیم که جای برایشان تدارک بینیم چون در خانه های مردم است، یک تعدادشان در جاده ها هستند. اگر در خانه های مردم جمع آوری شود ما فکر میکنیم که کمک ها آنچنانی که خواست خود از مهاجرین است شاید صورت بگیره. کارخانداران مزار شریف، ننگرهار و هرات نیز در نظر دارند تا به این بیجا شدگان کمک جمع آوری کنند و از طریق کمیته مبارزه با حوادث طبیعی به آنان توزیع کند. مجلس سنا برخی از ماده های قانون جلوگیری از پولشی و عواید ناشی از جرایم و همچنان قانون معاشات مقام های بلندپای دولتی را تعدیل کرد. بر بنیاد تعدیل های تازه آنان که از سال 1383 بدین سو پولشویی کردن مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. همزمان سناتوران امتیاز تقاعدی را نیز برای اعضای شورای ملی تایید کردند. اماده روستایی و جزئیات بیشتر. هر تصمیمی که شما میگیرین مجلس سنا بروز یکشنبه قانون تنظیم معاشات مقام های بلند رتبه دولتی را با امتیاز بیشتر تعدیل کرد. بر بنیاد این تعدیل در کنار دیگر مقام های دولتی باید برای اعضای شورای ملی نیز امتیاز تقاعد پرداخته شود. پیش از این در این قانون امتیاز تقاعد برای اعضای شورای ملی در نظر گرفته نشده بود. کسوک موافق وی پده که شنا کارت کسوک مخالف وی سور کن. به اتفاق آرا کسایی که 8-9 سال 10 سال پیشتر بودن یک بار از امون 10 سالش جمع میکنن. در همین حال اعضای مجلس سنا نیز بر برخی از ماده های قانون منع پولشویی و عواید ناشی از جرایم تعدیل وارد کردند، چیزی که برخی از اعضای مجلس سنا در باره آن دیدگاه های متفاوت داشتند. تا زمانی که قانون تصویب نشوه مورد مجازات قرار نمیگیره. میمی جرایمی که قبلا اگر صورت گرفته باشد همی اشخاص به اساس چی محاکمه شوند؟ یکی خب قانون جزا ما داره. در قانون جزا این موارد پولشویی هستند و ذکر است. بعد از قانون جزا هم اونجا ما فرمان تقنینی داریم. بنان ضرورت نیست که از سال 1383 ما نشته کنیم که نافذ است. این ما در رجعت با ما قبل گفته نمیتونیم. بنان اگر واقعا ما میخواییم که با فساد مبارزه بکنیم. این چیز باید ما داشته باشیم. کسایی که از راه های غیر مشروع پول به دست آورده اونا باید محاسبه خود بده. بر بنیاد این قانون از سال 1383 به این سو این قانون نافذ است و کسانی که پس از این سال متهم به پولشویی و عواید ناشی از جرایمند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. یک رای ممتنع ده نو مخالف سرخ و بقیه سبز برای اکثریت احترام میگذاریم. به این خاطر ما
83 را گرفتیم چون این قانونی که تصویب شکل اصلاحی قانونی که در 83 داشتیم. دلیل ما این بوده که درست در 81 اولوسی جرگ مجلس محترم اولوسی جرگ تایید کرده ما قانونی نداشتیم، اما در 83 داشتیم. ما نمیخوایم که کسایی که در طول این سالها جرم پولشویی را انجام دادن معاف شوند. پیگیری افرادی که پولهای غیر قانونیشان را قانونی ساختند دریچه امید برای مبارزه با فساد اداری در کشور پنداشته می شود. حال دیده شود که این قانون تا چی اندازه در عمل پیاده خواهد شد. رئیس جمهور غنی در یک فرمان تقنینی قانون پاسپورت را توشیح کرد. ریاست پاسپورت می گوید این قانون با معیارهای جهانی همخوانی دارد و تسهیلات زیادی را برای شهروندان کشور فراهم می کند. رئیس پاسپورت تاکید می کند که نهاد ظرفیتهایش را بالا برده و تا یک ماه دیگر میزان توزیع پاسپورت را از 2000 به 4000 افزایش خواهد داد. نذیرالدین مسلی گزارش می دهد. صفهای درازی که باید ماها انتظار بکشند تا برایشان پاسپورت توزیع شود. روزانه بیش از 10000 شهروند برای گرفتن پاسپورت به اینجا می آیند. گفته می شود نزدیک به 90% آنان دیگر به آیندهشان امیدوار نیستند و می خواهند فرار را برقرار ترجیح دهند. اما اکنون ریاست پاسپورت تنها قادر به توزیع 2000 پاسپورت است. ریاست پاسپورت می گوید تا یک ماه دیگر توزیع پاسپورت را از 2000 به 4000 افزایش خواهد داد. تحقیقاتی که در رابطه با این پاسپورت داریم در مجموع کشورهای منطقه و کشورهای جهان به این پیمانه پاسپورت توزیع نمیشه. اما همی که ما میگیم که ظرفیت بالا برن نظر به تقاضای مردم ما ممکن از حدود 4000 به از 2000 به 4000 ارتقا پیدا کنه که یعنی ظرفیت به 4000 بالا شود روزانه. به تازگی رئیس جمهور پس از رأی زنی در شورای وزیران مسوده پیشنهادی ریاست پاسپورت را در فرمان تقنینی قانون پاسپورت را مشخص ساخته است. بر بنیاد این قانون یک جلد پاسپورت برای بزرگسالان 5500 و اما برای زیر سن 14 سال این قیمت به 3250 افغانی کاهش می یابد. افرادی که پاسپورت خود را گم می کنند ناگزیرند برای دریافت پاسپورت دوباره 11500 افغانی بپردازند. متقاضی بر بنیاد این قانون می تواند پاسپورت 10 ساله داشته باشد. این قانون هم اجازه می دهد تا کودکان یک روزه نیز پاسپورت داشته باشند. اما برای زخمی های نیروهای امنیتی به گونه رایگان توزیع می شود. این قانون تسهیلات زیادی را برای شهروندان فراهم خواهد ساخت و معیارهای جهانی را نیز رعایت کرده است. ای دقیقاً با معیارهای بین المللی، اما طوره که سیستم پاسپورت کامپیوتری با اساس امو استانداردهای بین المللی در افغانستان تنظیم شده، این قانون هم با اساس اون امو استانداردهای بین المللی در نظر گرفته شده که سیستم مرکزی است، در واحدهای دومی اجازه نداره که باید پاسپورت پرینت شود. بر بنیاد گزارش ریاست پاسپورت، وزارت مالیه سالانه بیش از 2 میلیارد افغانی از بابت پاسپورت و ویزای شهروندان خارجی به دست می آورد. از سوی هم رئیس جمهور نیز دستور داده است که پس از این 3% عاید ریاست پاسپورت شامل بودجه این ریاست شود. از همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزارم.